مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 300 این حدیث رو بیان کرده اند. پسر شبیب هم اسمش ریانه. ایشون روز اول ماه محرم میرسه محضر امام رضا سلام الله علیه، به حضرت عرض ادب میکنه. حضرت میفرمایند که روزه هستی؟ میگه نه. میگن روزه امروز خیلی اهمیته، روز اول ماه. بعد میفهمن میدونی امروز چه روزیه؟ میگه نه. حضرت میفهمن امروز روز اول ماه محرمه و روزیه که خدای متعال دعای حضرت زکریا رو مستجاب کرد، موقعی که از خدا خواست که خدای به من فرزندی عطا بکن که از این تنهایی در بیام وارث من باشه. ما حضرت فرمودن که خدای متعال هر کس در این روز او رو بخواند و از او درخواستی داشته باشه، همونطوری که دعای حضرت زکریا رو مستجاب کرد و به او یحیی رو داد، هر کسی هم دعا بخواند و از خدا درخواست بکنه، خدای متعال دعای او رو مستجاب. بعد حضرت فرمودن که ای پسر شبیب ریان ابن شبیب، محرم یه ماه با عظمت بوده حتی در نزد مردم جاهلی. مردم جاهلی قبل از اسلام تو محرم اصلا هم دیگه تعرض نمی‌کردن، تو طول سال اینا با هم جنگ داشتن، ولی ماه محرم احترام محرم رو نگه می‌داشتن و اون ماه رو تعظیم، تبجیل، تقدیس می‌کردن و اصلا به رو هم دیگه شمشیر نمی‌کشیدن. حتی اگر کسی از اونها رو کشته بود اینا کاری نمی‌کردن با او. اما امت پیغمبر تو ماه محرم، عزیز دل پیغمبر، پاره تن پیغمبر را کشتن. گویا پسر شبیب از حضرت میپرسه که حالا آقا من باید چیکار کنم تو این ماه؟ بله، ما خبر این که جدتون آقا سید الشهدا علیه السلام تو این ماه به شهادت رسیدن رو داریم، اما من باید چیکار بکنم؟ فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسن، برای هر چیزی خواستی گریه کنی فبکل الحسن، چون وقتی شما جهت دادی گریهتو برای ابی عبدالله، کار تو مقدس میشه، کار تو یه کار با ارزش عبادی میشه. هستن به قول اون شاعر میگفت مرا اشک عزایش آبرو داد. شما این اشک، قطرات اشک میاد به تو آبرو میده، عشق علکی نمیادا، دل میسوزه. بعد از اینکه دل سوخت، اونچنان انفعالات تو بدن انسان انجام میشه که رگهای عشق تو چشم انسان خون رو تبدیل میکنه به عشق و جاری میشه. یه فرایند داره این عشق، همینجوری نیست که تا بخواد یه کسی گریه بکنه عشق، تا دلش نسوخته باشه عشقش نمیاد. و تو که دلت برای عبی عبدالله سوخته، این عشقت قیمتیه.